سلام و خسته نباشید دوستای عزیز، بازم آمدیم امروز یک تصویر بنده کار کنیم. البته امروز میخواییم که روتوش اجرا کنیم. هرچند روتوش کاری آتله ها و عکاسی هاست، ولی خوب است که با شما یاد داشته باشیم اگر کدام وقتی از خود عکس میگیریم یا از کدام دوست ما عکس میگیریم، بتانیم رو روتوش کنیم و تغییرات لازم رویش اجرا کنیم و اپلای کنیم. دیگه وقت شما عزیزان را زیاد نمیگیریم، شروع میکنیم به کار خود. منتها بچه ها یک حرف را بازم خدمت شما تکرار کنم که این کار را که من خدمت شما عرض میکنم، اینا شکل ابتدایی و مبتدی را داره. یعنی شما دوستای این نواید عزیز اگر فوتوشاپ بلد هستین، نیاز نیست این ویدیو را ببینید. اما اگر تازه کار هستین و جدیدا میخواین یاد بگیرید فوتوشاپ، حتما حتما این ویدیو را ببینید، به خاطر بسیار شکل ساده و ابتدایی و بسیار شکل واضح و روان خدمت شما من توضیح میدم. یه تصویری که توسط فتوشاپ باز از دوستای ما قبلا کار کردیم، به این شکل روتوش اجرا کردیم رویش. خب حالا میایم تصویر خود دوپلیکیت میگیریم و با استفاده از کویک سلکشن را انتخاب میکنیم. تصویر ما انتخاب شد دوستا، حالا میایم روی ماسک کلیک میکنیم، را به ماسک تبدیل میکنیم و بعد با استفاده از ادجاستمنت لیر یک سلاید کالر برای سفید ایجاد میکنیم تا بک‌گراند تصویر ما سفید شود. خب برای اینکه لکه ها را برداریم، میاییم یک لیر جدید ایجاد میکنیم و میاییم از قسمت ابزارها اسپاتلین برش انتخاب میکنیم. شما میتونیم ابزارهای دیگر هم انتخاب کنیم، مثلا کالن استراب یا هلین برش، ولی ما همه اسپاتلین برش انتخاب کردیم. میاییم تصویر خود زوم میکنیم و لکه ها را پاک میکنیم. ما سرعت ویدیو را کمی بیشتر میکنیم دوستا، وقتی ویدیوی ما طولانی نشوه به این شکل لکه ها رو برمیداریم. خب دوستان، لکه ها پاک شد، منتها تفاوتی که فعلا وجود داره ای است که قسمت چانه و قسمت بینی زیادن رنگ سرخ داره، که ما میتونیم بعد توسط کامرا را این رنگ ها را اصلاح کنیم و کمتر بسازیم. خب حالا چی کار میکنیم؟ با استفاده از کلید شیفت، کنترل آلت و ای یک رندر است می سازیم، یک رندر میگیریم از لایه های موجود. خب دوستان، حالا چی کار میکنیم؟ میاییم اسم از این تغییر میدیم به فیس، تیر به صفت بگرام استفاده میکنیم و دو تا کپی میگیریم، یکی را به بلور و یکی هم تکسچر نمیذاری میکنیم تا روتوش خود در روی از این دو تا لایه اجرا کنیم. لایه تکسچر را غیر فعال میکنیم و میاییم بلور را انتخاب کرده با استفاده از فیلتر و سرفس بلور تصویر خود را بلور میسازیم. از این قسمت میاییم مقدار ریدیوز را انتخاب میکنیم. حالا هر اندازه که تصویر شما کیفیت شما بالا باشه میتونیم ریدیوز را بیشتر انتخاب کنیم، ولی ما میریم به اندازه 10 پیکسل انتخاب میکنیم. قسمت ریویو شما میبینین که چقدر تصویر شما باید بلور شود. معنی 10 پیکسل انتخاب میکنیم و اوکی میزنیم. میاییم لایه تکسچر را فعال میکنیم و میاییم بار دوم. از این قسمت شما باید تکسچر را برگردانیم. میاییم فیلتر انتخاب میکنیم، اودر و قسمت های پاس. خب از اینجا شما میبینیم بچه ها تصویر ما رنگ هاکسری رو خود گرفت. از اینجا نیز ریدیوز شما باید تغییر بدیم. هر قدر ریدیوز زیاد باشه همون قدر تکسچر زیادتر برمیگرده، هر قدر کمتر باشه به مو اندازه تصویر شما سافت و نرم است. و به اندازه 1.5 پیکسل انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. خب حالا باید بیایم چیکار کنیم؟ موتی از این لایه تکسچر تغییر بدیم. شما میتونیم از قسمت اورلی، سافت لایت یا کدام موتی دیگر انتخاب کنیم، ولی ما از این قسمت لینیر لایت را انتخاب میکنیم. مزیت لینیر لایت دوستایی است که تکسچر بیشتر برمیگرده و زیادتر قابل دید است. شما یک قسمت چانه را میبینید که تکسچر برگشته است. خب حالا این دو تا لایه را انتخاب میکنیم و در یک پوشه میندازیم و برای از این پوشه هم یک ماسک میسازیم. البته کلید آلت گرفته و این ماسک کلید میکنیم تا به ماسک سیاه تبدیل شود. خب شما میبینید که روتوش یا بلوری که ما روی از این اجرا کرده بودیم زیر لایه ماسک سیاه پنهان شد. حالا میاییم از قسمت ابزارها برش انتخاب کرده با رنگ سفید، دوباره بلور قسمت صورت سوژه خدای آزی آدم میکشیم تا
همو بلور یا روتوش برکرده. البته این کار به خاطر میکنیم که قسمت های مثلا مو، لباس و یا چشم و ابرو این قسمت ها نباید بالاش افکت بلور اجرا شود. اگر هم احیانا به طور نخواسته این قسمت ها برش کشیده میشه، شما میتونید که با استفاده از رنگ سیاه دوباره او را زیر ماسک پنهان کنیم. من این قسمت های پیشانی، گونه و این قسمت های زیر چانه را گردن از یادم برش میکشیم تا همو تاثیرات بلور و افکتی که ما روی از اجرا کرده بودیم دوباره برکرده و دیده شود. خب دوستان، شما میبینید به شکل بسیار زیبا چی شد، لکا برداشته شد و تصویر ما تقریبا روتوشش نیمه تکمیل یا 90% پیش رفت. ببخشید دوستان. خب حالا چیکار میکنیم؟ دوباره از این لایه های موجود یک گریندر میگیریم. لایه جدید ترکیبی از لایه های ما ایجاد شد. خب حالا هم قسمی که گفتم قسمت بینی و چانه از یادم رنگ قرمز داره. حالا میاییم با استفاده از فیلتر و کمره را رنگ ها را اصلاح میکنیم. خب باشد، حالا میاییم کالر مکسر انتخاب میکنیم. سلایدر رنگ سرخه به سمت راست میکشیم. به هر اندازه که شما این سلایدر را به سمت راست بیشتر بکشین، اون اندازه رنگ سرخ کمتر میشود. ما به اندازه مناسبی را به سمت راست میکشیم. و حالا میایم رنگ چشم را کمی تغییر میدیم. سلایدر رنگ آبی را به سمت چپ میکشیم تا شدت رنگ آبی بیشتر شود. به این اندازه کافی است و کلید اوکی میزنیم. خب دوستان، به این شکل روتوش ما اجرا شد. خب دوستان، نهایت عزیز، تا اینجا ما لکه ها رو برداشتیم، اصلاح رنگ اجرا کردیم و یک روتوش بسیار عالی را روی از این تصویر انجام دادیم. حالا میام یک طرفند دیگرم روی از این آدم اجرا میکنیم. چونی مثل ما واری از نگاهی موی خیلی مشکل داره، یک موی بسیار خوشگل و زیبا را بالای سر از این میل کاریم. خب ببینیم که چی میشه و در آخر اگر وقت بود یک هایلایت و نورپردازی هم بالای چهره از این سوژه خود یا نمونه خود اجرا میکنیم. دیگه بیاین ببینیم چی میشه. منوی فایل باز کرده و پین کلید میکنیم و تصویر مورد نظر خود را توسط فتوشاپ باز میکنیم. فتوشاپ تصویر ما را باز کرد و ما قرار است از موی از یادم استفاده کرده و به تصویر اصلی خود کار ببریم. خب میاییم از ابزارها پنتول انتخاب کرده و این موی سلیکت یا انتخاب میکنیم. دوستان شما تلاش کنین اگر خواستین روتوش اجرا کنین در یک مرحله تمام نکنین کارت، چون بعضی از نواقص ممکنه از دید شما پنهان بمانه و او را با پسوند پی‌اچ‌دی ذخیره کنین و در فرصت سرش کار کنین و یک روتوش بدون عیب و نقص اجرا کنین. هر چقدر وقت بگذارین همون قدر نتیجه کار شما زیبا خواهد بود. خب حالا رایت کلیک کرده میک سلکشن انتخاب میکنیم و از این قسمت فیدر برای از این انتخاب میکنیم به اندازه 2 پیکسل. حالا میاییم روی ماسک کلیک میکنیم، میره و ماسک تبدیل میکنیم و همچنان میره به اسمارت آبجکت تبدیل میکنیم. حالا این لایه را گرفته میاریم روی تصویر اصلی خود رها میکنیم. حالا کنترل تی را زده و این را جا به جا میکنیم. خوب است که بیاییم از این قسمت آبوزیتی را پایین بیاریم تا دقیق دیده شود که ما موی در کجا جا به جا کنیم. خب دوباره آبوزیتی را بالا میبریم و روی شکل منظم میکنیم موی و امتر رو میزنیم. خب بعضی مشکلات دارد. دوباره میاییم بچه ها روی تصویر میک سلکشن انتخاب کرده و با استفاده از ریفاینیج و بگراونی مویه حذف میکنیم. دوستان شما اگر خواستین که مویه انتخاب کنین یا از بگراون جدا کنین، یگانه ابزاری که مناسب هست برای از این کار ریفاینیج هست. خیلی حرفه‌ای و زیبا مویه از بگراون یا از پس زمینه جدا میکنن. ما نوکی براش در این قسمت هایی که بگراون دیده میشن میکشیم. شما با تاثیرات از این را
میبینیم بچه ها که چگونه موی از بگراون یا پس زمینش جدا میکنه. با یک قسمت ها برش میکشیم و در نهایت کلیدی اوکی را میزنیم و از قسمت بالای تصویر بسته میکنیم. البته باید سیف بگوییم، اگر نه تغییرات اجرا نمیشه. میبینیم که چگونه روی تصویر اصلی ما اپلای شد، تاثیرات ریفاینج. خب دوباره بچه ها کنترل تی را میزنیم و این بار وارپ انتخاب میکنیم تا به شکل دقیق تصویر ما جا به جا شود. این قسمت ابرو را کمی موی بالاتر میکشیم و قسمت بیرون زده پشت گوش که هست ایرم به این شکل پوچی میکنیم و قسمت موی هم بالا میکشیم، قسمت چانه را. خب حالا انتر یا هم از قسمت بالا تیک مارک میزنیم و به این شکل موی جا به جا شد. منتها قسمت ظریفکاری مانده که دوباره او را باید اجرا کنیم. اپزیتی را پایین میاریم. این بار باید بعضی قسمت ها را باید حذف کنیم. ابزار ایریزر انتخاب کرده و هاردنس را صفر میکنیم. یک ابزاری که لبه هاش محو باشه. حالا اپاسیتی و فلو هم پایین تر میاریم تا قسمت هایی را که ما ریزر میکشیم پاک میکنیم خیلی مصنوعی و در دید نباشه. و یه قسمت هایی که شما بچه ها برش میکشین باید طور برش میکشین که شکل زیگزاگ یا تورفتگی و برآمدگی نداشته باشه. خب تاثیرات ریزر ما خیلی قابل دید نیست. میاییم دوباره اپاسیتی و فلان روی سطح قرار میدیم و به این شکل این قسمت ها را پاک میکنیم. دوستا این قسمت ها خیلی چی است مهم است. نباید به شکل زیگزاگ باشد چون قسمت پیشانی زیاد قابل دید است و میاییم قسمت بالای ابرو را کمی پاک میکنیم. تصویرمو با استفاده از کلید اسپیس جا با جا میکنیم و این قسمت های پایین هم حذف میکنیم. خب دوستا به این شکل مو جا با جا شد. خب میاییم قسمت های یک کمی بگراوند دیده میشه. نوک ایریزر هم یک کمی کوچیک میسازیم و این قسمت ها را بازم ایریزر میکشیم تا بگراوند موی حذف شد و بگراوند سفید تصویر دیده شد. و به این شکل این قسمت ها را پاک میکنیم. دوستا شما تلاش کنین که حوصله مندی به خرج بدیم. ما این قسمت ها چون ویدیو آموزشی است و وقتی ویدیو طولانی میشه خیلی دقیق نمیشه کار کرد، ولی شما تلاش کنین که وقت بگذارین، یک بار فایل که کار میکنین رو به PSG ذخیره کنین و بعد از یک مدت دوباره او رو باز کنین، سرش کار کنین. خب ببینین این قسمت بالای موی بگراوند دیده میشه و یک قسمت پایین هم بگراوند موی دیده میشه به شکل قوی. اینا را باید دوباره ریزر گرفته یک قسمت ها را پاک کنیم. البته فلو و اپوزیتی رو دوباره پایین میاریم. خب به این شکل قسمت ها یا ریزر میکشیم. دیگه دوستا چون ویدیو آموزشی است فقط همون شیوه کار خدمت شما عرض میکنیم. دیگه مطمئنن شما بهتر از ما کار میکنین. دیگه به این ما باور داریم. خب حالا میاییم یک ریندر از لایه های خود میگیریم با استفاده از کلیپ ترکیبی Shift, Control, Alt و E. خب بازم فراموش میشه که قسمت ها
پاک نکرده میره، میایم دوباره لایه موی انتخاب کرده یک قسمت ها را بازم ریزر میکشیم که پاک شوه. خب حالا لایه را که ساخته بودیم میره دوباره حذف میکنیم و بار دیگر چی میکنیم؟ یک گریندر میگیریم. این قسمت هم ما متوجه نشدیم، این قسمت چشم ببینیم بالای چشم این قسمت ها موی دیده نمیشه، ولی قسمت پایین مو دیده میشه. این قسمت مشکل از زمانی است که ما موی انتخاب کرده بودیم. خب اینا را ریزر میکشیم و در این قسمت ما زیاد سرکار به اپسیتی داریم، بعض جایا باید بره پایین بیاریم، بعض جایا باید بالا ببریم، تاثیرگذاری بیشتر شوه یا کمتر نظر به ضرورت. خب به این شکل چی شد؟ اجرا شد، روتوش شد. خب حالا میاییم بازم رندر گرفتیم از این قسمت. این بار چه کار میکنیم؟ میاییم از قسمت اجاستمنت ها اجاستمنت برایتنس باز میکنیم و میخواییم یک قسمت از همین صورت از یادم روشنایی یا درخشندگیش را بیشتر کنیم. خب میاییم این بار اجاستمنت لی های استجیشن را باز میکنیم، چون میخواییم که روی صورت از این آدم یک هایلایت یا نورپردازی اجرا کنیم. از قسمت سچریشنی را بالا میبریم و حالا از قسمت هیو رنگ نوی رنگ انتخاب میکنیم. ما همی رنگ زرد انتخاب میکنیم. خب باید دو تا لایه را چکار کنیم؟ ماسک کنیم. ایو سچریشن و برایتنیس هر دو را با لایه پایینیس ماسک میکنیم به این شکل، چون تاثیرات فقط روی همین یک لایه اپلای شده. خب چون میخواییم که هایلایت اجرا کنیم، میاییم موتی سچریشن را تغییر میدیم به کالر دارج. این خدمت کالر دارج را انتخاب میکنیم و حالا تمامی صورت و تمام از این تصویر رنگی شد. میاییم چیکار میکنیم؟ ماسک از این هایو سچریشن را اینورس میکنیم. آلت کنترل گرفته آیا میزنیم تا پین آن شوهی و حالا قسمت های دلخواه با استفاده از برش رنگ سفید از زیر ماسک بیرون میکشیم، مثلا قسمت چانه، گردن و بعض قسمت های موی. البته اگر جایی را که ما نمیخواییم که نور روی از او تابیده باشه، مثلا هایلایت شوه او را، دوباره با رنگ سیاه زیر ماسک میفرستیم، مثل از این قسمت لباس از این آدم نور مثل که هایلایت شده یا نور روی از این تابیده ای را دوباره زیر ماسک قرار میدیم، زیر ماسک سیاه. و این قسمت های گردن و بعضی از این مثلا قسمت گونه را، برآمدگی گونه را برش میکشیم، البته با فلاو و اپوزیتی پایین. خب دوستای عزیزی، تصویر نایی ماست. خدا کنه که به درد شما خورده باشه. موفق.